بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعزم مولانا الحجة بن حسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. آیه 96 و 97 از سوره مبارکه اسراء. در آیات گذشته بحث راجع به این بود که پیغمبر اکرم وقتی دعوت میکنه مردم را به توحید، اون کسانی که حقیقت خواهند، حقیقت طلبند، مانند تشنهی برای آب زلال باشند، اونا میپذیرند و تسلیم میشوند در مقابلشون و در اون راه فداکاری ها میکنند. و ما گروهی هستند که اینها مستکبرند، لجوجند، معاندند، حقیقت خواه نیستند، اینها قبول نمی کنن، بهانه جویی ها می کنن که در آیه گذشته خوندیم، بهانه جویی ها می کردن برای اینکه اثبات کنم من پیغمبرم. معلوم بود که نمی خواستن قبول کنن. در این آیه خدا می فرماید که خیلی نگران نباش راجع به این مردم که نمی پذیرن. بگو من کار خودم کردم، از طرف خدا مأمور بودم، ابلاغ کردم، این کار من بود. ولی شما هم نشون دادید ساختار خودتون را و قبول نکردید. یه کاری من با شما بحثی ندارم، یه بحث تمام میشه. با مردمی که نمیخوان قبول کنن صحبت کردن تضییع وقته، کار درستی نیست. برای میگم که قول کفا بالله شهیدن بینی به بینکم، به این مردم بگو که همینقدر کافیست که خدا شاهده کار من به کار شما را، خدا شاهده، دید که من کار خودم کردم، ابلاغ کردم به شما حرف خدا را و شما هم قبول نکردی. ولی شاهد ما خدا و حاکم هم خداست. باشه تا روز قیامت به هم میرسیم معلوم میشه که کی حق بوده. قول کفا بالله، بگو همین بس که خدا شاهد است بین من و شما، شاهد کار من و شاهد کار شما و پاداش کیفرم با اوست. به که میخواد پاداش بده، به که میخواد کیفر بده. انه کان به عباده خبیرا بصیرا، خداوند به بندهاش هم خبیره هم بصیره. خبیر این آگاه میداند، بصیر حتی میبیند در محضر اون. ولی باید شما میکنید کار میدانید انجام شده، میدانید اما ندیدید. اگر دیدید خوب بیشتر میشه آگاهی شما دیگه، آگاهی بیشتر میشه. حالا خدا هم میفهمید که خدا هم بصیر خبیره هم بصیره،
یه نهایت درجه آگاهی را دارد، هم آگاه است هم در محضر او کار انجام میشه، نه اینکه در غیاب او باشه. در شما ممکنه در غیاب شما کار انجام میشه ولی ندیدی، وقت میبینی او بیشتر عالم میشه دیگه. خداوند کان به عباد خبیرن بصیرا، هم آگاه هست و بصیرم هست، هم آگاه هست میداند و هم در محضر او کار انجام میشه. و معلوم بشه که علم بیشتر میشه دیگه، یعنی احاطه کاملتر میشه، این تأکید میکنه و تهدیدم داره دیگه. پس بترسیم اون خدایی که هم از کارش آگاهه هم در محضر او کار انجام شده، روز قیامت خیلی شما مسئولیت داریم. این آیه اوله. باید فرمود که من یهد الله و حال وحده، اینم بدون که کار تو پیغمبر همینقدر که راه نمایی کنی راه نشان بدی، اما دیگه دلهای اونها را مسخر کنی و نور در قلب شما بتاری، اون کار منه، اون به شما مربوط نیست. این نبوت همین کار پیغمبر ابلاغ است. او مأمور نیست که حالا دلها را هم به نور ایمان منور کند و در دلها جا بدهد، نه، وظیفش ابلاغ است و ارائه طریقه. مثلا گفتن هدایت دو قسمه، ارائه طریق و راهنمایی، ایصال مطلوب یعنی او را به هدف رساندن. به هدف رساندن کار تو نیست، کار منه. من یهدی الله و هو المهتدی، اون کسی را که خدا هدایتش کند به اون معنا که ایصال مطلوب کند، او کار منه، او راه یافته است. مهتدی واقعی اون کسی است که خدا نور در قلب او بتاباند او راه بیابد. اما اون کسی که نمیخواد قبول کند، او مهتدی نخواهد شد، یعنی راه را نخواهد یافت، چون نمیخواد بپذیره. نمیخواد خدا هم اون نور برش نمیتابانه، چون اون نور خدا زمین سازی میخواد، زمین از خود انسانه، باید انسان کاری کند که تا نور خدا بر قلب بتابد. با فرق سایر با دیگران فرق داره، انسان با سایر موجودات. در عالم جبر حاکمه، در همه جای عالم خدا هر موجودی که آفریده هدایت کرده، اما او جبران راه یافته است. پیش موجود نمیتونه غیر اون راه بره، همون راهی که خدا به نشان داده. حیوان چه جوریه، نبات چه جوریه، آسمان چه جوریه، همه اینها را خدا راه نشان داده و جبران به راه افتاده. اما انسان اینجور نیست، انسان امتیاز از اونها دارد، این با اختیار باید کار کنه. اختیار انسان درش لازمه، ولی انسان نبود، ای بنا بود که اونطور که خدا سایر موجودات را هدایت کرده انسان همینجا باشه، که خب این چه مجبور، اینکه انسان نمیشد که. انسان موجودیست که عقل دارد و اختیار دارد، و این شرف انسانه که خدا او را مظهر صفت خودش قرار داده. چون خدا صفتش مختاره، فاعل مختاره، فاعل مظهر نیست. انسان هم فاعل مختاره، انسان رو خدا جوری خلق کرده که میتواند کاری که خدا گفته انجام بده یا انجام نده، میتواند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن، ما به انسان راه نشون دادیم، گفتی اینه، این طرف بهشت این طرف جهنمه، به تو عقلم دادیم، قدرت داره که انتخاب کنی، انتخابگر ساخته این تو را، هم راه نشون دادیم هم انتخابگر کردیم. بسید سایر موجودات دیستی اون انتخابگر نیستن، اونها مضطرن در راه خودشان، ولی شما مضطر نیستی، شما نه انتخابگر هستی. میتوانی اون راهی که من نشون دادم نروی یا بروی، اگر از اون راه رفتی و اختیار خودت بهشت، از اون طرف جهنمه. بهش گفتی دیگه شاکر بودن و کافر بودن در اختیار خود انسانه، هدایت مال منه، من گفتم راه نشان دادم، حالا از اون رفتن یا نرفتن به خود توه. پس اینه که خداوند هادی انسان هست با زمین سازی خود انسان.
انسان زمینه بسازد انجام بده تا آماده بشه برای نور به قلب بده. نور خدا به قلب اون آدم میتابد که زمینه را فراهم کند، طبق دست عمل کند دیگه. اون حرام نکن، این حلال انجام بده، این کار انجام دادی و من نور بهت میدم دیگه. اون در باید احساب که هفت داره که انهم فتی از اون آمان را بره به و زدن آم خدا. اونا احساب که هفت جوانانی بودن که ایمان آوردن، بعد من اضافه کردم بر نورانیتشون، نور افزودم بر قلبشون. اول خودشون به راه آمدن، ایمان آوردن، قبول کردن و طبق گفته ما عمل کردن، زدن آم خدا. من افزودم بر هدایتشون. اینه که خداوند یک هدایت ابتدایی دارد، یک هدایت پاداشی دارد. ابتدا به همه گفته، همه هدایت ابتدایی شدن، همه شدن، ابو سفیان هم شده، ابو جهل هم شده، همه شدن. اما اونها قبول نکردن، ابو ذر قبول کرد. چون ابو ذر قبول کرد، زنده هم بود، افزودیم برش دیگه، نورانی بیشتر شد. ولی اون قبول نکردن، خب برشون کردیم، ویل کردیم، هدون هم که کج براون دیگه. وقتی به راه کج رفتم دیگه خودش میکنه دیگه، اخمار اختیار همینه، نمیگه جبرش کنه که، چون خودش کج رفته منم رهاش کردم. این اضلال همینه، اینکه خدا از گمراه اینجا گمراه میکنه که آیه داره که من یضلل فلن تجد له، اون کسی که خدا گمراهش کنه نمیشه دیگه راه بیابد. خدا گمراه میکنه، نگید جبرن، نه، این اشتباه نشود ها. چون در قرآن ما زیاد آیه داریم که خدا میگه خدا گمراه میکنه، یهدی به کثیرم و گذل وی کثیرم، گمراه. اما گمراهی اضلال خدا جبر ابتدایی نیست، از اول گمراه نمیکنه، اینکه جبره که از اول گمراه کنی جبر، نه، کیفریه. یعنی اگر این ما گفتیم از اینا نرو رفت، ما برش میکنیم کیفرش رو یک بار راه میکنیم، کیفر این آدمی که به راه نیامده راهش میکنیم. راه کردیم خود گمراه میشه دیگه، این معلومه. وقتی راه کردیم خودش گمراه میشه دیگه. ما راه نشون دادیم نرفت، پس از اول ما گمراه نکردیم، راه نشون دادیم. و وقتی که نرفت این راه، ما گمراهش کردیم، یعنی به حال خود راه کردیم، کیفر به او دادیم. پس اشتباه نشود. اضلال خدا کیفریه، ابتدایی نیست، جبر میشه. اضلال ابتدایی از اول بخواد گمراه کند، این جبره که. اون وقت قیامت عذاب کنید و گمراه شدی، و خودش گمراه کرده که، میشه جبره که، نه، جبری نیست، بلکه کیفریه. یعنی اول هدایت میکنه، عمل نکرد، رها میکنه، میشه گمراه. این کیفرش رها کردن اونه، رهاش میکنه. اونا که ایمان آوردن رهاش نمیکنه، هی می افزاده، هی نور دنبال رور نور. کسی که به راه آمده اول قبول کرده، به راه آمده، هی نور برش افزوده میشه، دم به دم نورانی‌تر میشه. اما این آدمی که به نشان دادیم نیامده، ولش میکنیم، میشه گمراه، میشه تاریک، ظلمت رو ظلمت میاد دیگه. بس اشتباه نشود. آیه میگه که من یهد الله، اون کسی خدا هدایتش کنه او راه یافته است، به من یضلل، اما اون کسی خدا گمراهش کند دیگه راه نمییابد. یک گمراه کردن، نه، اشتباه نشود، گمراه کیفریه، کیفریست، نه ابتدایی. اضلال ابتدایی جبره، در هدایت هر دو هست. هدایت هم بدوی ابتداییه، هم پاداشیه. راه نشون میده، این ابتداییه. بعد راه درست کرد، پاداش بهش میده، بیشتر نور میده دیگه. هدایت خدا هم ابتداییست، هم پاداشی. اضلالش ابتدایی نیست، کیفریه. اول هدایت، بعد که نیامد ولش میکنه، میشه گمراه. پس توجه فرمودین، این فرق است میان یهد الله با یضلل. مثلا قرآن در زیاد داره میگه خدا هادیه، هم خدا مضله، هم هادی هم مضل. اما هادیه یعنی چه؟ یعنی هم ابتداعا هم پاداشن، اما مضله یعنی ابتداعا نه، کیفرن مضله، کیفر میده دیگه. حالا که نرفتی حرف من دنبال من، ولش کن، میکنم گمراه میشه دیگه.
ملوزا وقتی گمراه شد لن تجد لهم اولیا من دونه، دیگه هیچ کس نمیتواند ولی برای او باشه، سرپرست او باشه، ازش دفاع کنند، اون بت‌ها دیگه عرضه ندارن این بت پرست ها رو اداره کنن، اون ثروتمند ها و قدرتمند ها عرضه ندارن این آدم دفاع کنن، هیچ کیست اولیا نه از بت ها نه از ثروتمند ها نه از قدرتمند ها، از هیچ کدام هیچ بهره ای نمی گیرد، چون کیفر دیده، خدا کیفرش داده، گمراهش کرده، رها کرده. این که این آقای مثلا داریم که فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، اول خودشون کج می روند، وقتی خودشون کج رفتن و خدا هم کیفر می ده به اونها، قلبشون را کجتر می کنه، گمراه درش میکنه، رو به حال رو هم رو میده که به حال رها شد گمراه در میشه دیگه. اینه که اول زاغو، یعنی خود مردم با اختیار خودشون کج رفتن، قبول نکردن، قبول نکردن خدا هم ولشون کرد، قلبشون رو تاریکتر کرد. سنت خدا اینه، سنت خدا اینه، اگر انسانی که هدایت کرد به راه آمد رو بهش می افزاید، روشنترش می کند، اگر نیامد رها می کند، باحال خودش گمراه می شه. مرده داره که ما گوزه لله الا الفاسقین، خداوند فاسق را گمراه می کند، یعنی اول خودش فسق می کنه، گناه می کنه، زمینه به رای جمعه ازلال حرام می شه، خود گمراهش می کنه. ما گوزه لله الا الفاسقین، فاسق را خود گمراه میکنه، یعنی فسق، یعنی چون زمینه خودش فراهم کرده که تاریک بشه دیگه، ظلمت برش پیدا بشه. پس همیشه مواظب باشیم که در قرآن کریم هم هدایت به خدا نسبت داده شده، هم اضلال، هم هادی، هم مضل. اما اشتباه نکنیم، هادی است ابتداعا و پاداشا، اما مضل است کیفرا، نه ابتداعا. ابتداعا اضلال نمی کنه که، جبره که، نه، انسان زمینه می سازه برای گمراه شدن.